سلام، معصومه هستم. به کانال آشپزی من خوش اومدین. توی این ویدیو آموزش این دونات های توپل و جذاب رو میبینید که فوق العاده خوشمزه هستن و مهمتر از همه این که حتی بدون یک قطره روغن درست شدن. درست کردن این دونات ها بسیار ساده است و اصلا نیازی به قالب نداره. بافت داخل دونات ها رو ببینید، چقدر بافت نرم و پنبه‌ای دارن. پس اگر دنبال یه رسیپی واسه دونات میگردی که سالم و خوشمزه باشه، این ویدیو رو سیف کن و تا آخر آموزش با من همراه باش. اول از همه مواد خشک رو با هم مخلوط میکنم. به 360 گرم آرد، 10 گرم خمیر مایه فوری، 60 گرم شکر و 1/2 قاشق چایخوری نمک اضافه می کنم و با هم مخلوط می کنم. یک عدد تخم مرغ سرد رو داخل ظرفی می ریزم. 1/2 قاشق چایخوری وانیل رو بهش اضافه می کنم و مخلوط می کنم. یک پیمانه شیر سرد رو هم بهش اضافه می کنم. هم می زنم تا اینکه شیر و تخم مرغ به خوبی با هم مخلوط بشن. وسط آرد رو یه مقدار گود می کنم. حالا مخلوط مواد مایع رو به مخلوط آرد اضافه می کنم و با هم مخلوط می کنم. من از قبل آرد رو دوبار علک کردم. با لیسک هم میزنیم تا اینکه خمیرمون به این شکل جمع بشه. لیسک رو کنار میذارم و با دست خمیر رو به شکل یه چونه در میارم. روی میز کارم رو یه مقدار آرد پاشی میکنم. خمیر رو روی میز کارم انتقال میدم، با دست کمی پهن میکنم و 40 گرم کره به دمای محیط رسیده رو داخلش قرار میدم. حالا حدود 10 دقیقه خمیر رو ورز میدیم تا جایی که خمیرمون نرم و لطیف بشه. هر موقع احساس کردین که خمیر کمی چسبندگی داره، مقداری آرد پاشی کنید. در نهایت خمیر رو به شکل یه چونه در میارم. داخل یه ظرف رو مقداری چرب میکنم. خمیر رو داخل ظرف قرار میدم و روی خمیر رو هم چرب میکنم. روی ظرف رو می پوشونیم، برای 1 ساعت به خمیر استراحت می دیم تا اینکه حجمش 2 برابر بشه. بعد از استراحت همونطور که می بینید خمیر حجیم شده. اون رو به میز کارمون انتقال می دیم. یه مقدار روی خمیر آرد پاشی می کنیم و با دست پف خمیر رو میگیریم. حالا خمیر رو چونه میکنیم و زیر و روی خمیر رو آرد پاشی میکنیم. با دست کمی خمیر رو پهن میکنیم و با کاردک خمیر رو به 12 قسمت تقسیم می کنیم. حالا هر قسمت از خمیر رو چونه می کنم.
و داخل سینی فر که کاغذ روغنی انداختم و چرب کردم قرار میدم. به همین شکل همه قسمت ها رو چونه میکنیم و داخل سینی فر میچینیم. دوستان دقت کنید به هر روشی که خمیر رو چونه می کنید در نهایت سطح روی چانه ها باید کاملا صاف باشه، همونطور که در ویدیو می بینید. با دست روی چونه ها رو یه مقدار فشار وارد می کنیم تا اینکه پهن بشن. روی چونه ها رو میپوشونیم، 30 دقیقه دیگه بهشون استراحت میدیم. بعد از استراحت، حالا برای اینکه چونه هامون رو به شکل دونات در بیاریم، باید وسط اونها رو سوراخ کنیم. من با استفاده از وردنه این کار رو انجام دادم، یک سر وردنه رو داخل آرد زدم و به این شکل وسط چونه ها رو حفره ایجاد کردم. دوستان فقط دقت کنید دونات ها رو باید با فاصله داخل سینی فر بچینید، چون بعد از پخت دونات ها پف میکنن و به هم میچسبن. به همین خاطر من نصف تعداد دونات ها رو داخل یه سینی دیگه قرار دادم. در نهایت دونات ها رو داخل فر از قبل گرم شده با دمای 180 درجه سانتیگراد به مدت 20 دقیقه قرار میدیم تا اینکه پخته بشن. دونات های جذاب ما به این شکل آماده شدن. بعد از اینکه دونات ها خنک شدن، روشون رو با کره ذوب شده رومال میزنم. اگر میخواین مثل من دونات های شکری درست کنید، حتما این کار رو انجام بدید. وگرنه میتونید با سس شکلات اونها رو سرو کنید و دیگه نیازی به رومال زدن با کره ذوب شده نیست. مقداری شکر رو داخل ظرفی میریزم و تمام قسمت های دونات رو به شکر آغشته میکنم. اطراف و زیر دونات ها رو هم با کره ذوب شده چرب کنید تا اینکه تمام قسمت های دونات ها با شکر پوشیده بشه. این هم از دونات شکری ما. دونات های توپل و جذاب ما آماده شدن. امیدوارم این دونات های سالم رو درست کنید و در کنار عزیزانتون نوش جان کنید. ممنونم از اینکه تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. خوشحال میشم این ویدیو رو لایک کنید. نظراتتون رو در رابطه با این آموزش حتما تو کامنت ها برام بنویسید و برای دیدن آموزش های بیشتر کانال آشپزی من رو سابسکرایب کنید. از همراهی و حمایت شما دوستان عزیزم بی نهایت سپاسگزارم.